آقای سیاد، خیلی ممنون که دعوت آبانگان رو قبول کردین برای شرکت در این گفتگو. صمد همیشه مسئله اجتماعی رو مد نظر قرار میداد و مورد انتقاد قرار داد. اگر یک بار دیگه بخواد بره روی پرده نقره سینما، آیا مسئله خشکسالی رو هم و بیابی ایران هم بهش توجه میکنه؟ خب طبعا چون صمد کشاورز و کشاورزاده است، این مسئله بیابی خشکسالی مسئله حساس‌تریست نسبت به مسائل دیگه تو زندگیش. من توی بعضی از فیلم‌های صمد اشاره کردم که چجوری روستایی‌ها رو میارن به شهر به خاطر عدم امکان کار کردن روی زمین یا وضعیت اقتصادی روستا. خب اگر امکان ساختن این فیلم‌ها باز برای من فراهم بود، خصوص در ایران، طبعا زمینه بسیار حساسی بود که توی کارهای صمد بهش اشاره بشه. و فکر میکنید که اصلا نقش هنرمند این هست که به مسئله مثل خشکسالی و پدیده‌های محیط زیستی اشاره بکنه، بهش بپردازه، توجه مردم رو جلب کنه؟ وظیفه ای میدونید برای هنرمند به خصوص در عرصه هنرهای نمایشی؟ این وظیفه هر انسانی است، که وظیفه اخلاقی هر آدمی است که در به محیط زیست، چون بهش احتیاج داره، داره باش زندگی میکنه، بپردازه و مراقبش باشه و دلسوزی بکنه. طبعا جز وظایف اخلاقی هر چه هنرمند چه غیر هنرمند قرار میگیره، در دایره وظایفشه. منطقه کسانی که کار نمایشی میکنند، اگر ما وظیفه آگاهی دادن رو جز وظایف رسانه ها بدونیم و کسانی که با هنرهای بیانی قلمی سرکار دارن، خب طبعا هنرمند هم جز وظایفش قرار میگیره در حد آگاهی رساندن و کمک رساندن به این وظایف اخلاقی خودش بپردازه. چون کار نمایشی طوریست به خصوص که بتونه مؤثرتر واقع بشه، به این دلیل که به طور غیر مستقیم میپردازه به این کارا، حالت امر و نهی نداره، فقط امر به معروف یا نهی از منکر نیست، بلکه چون غیر مستقیم هست و دلسوزی کردن راجع به محیط زیست و پرداختن به مشکلات کمبودهای جامعه بیشتر میتونه مؤثر واقع بشه تا اینکه مستقیما در رادیو تلویزیون به مردم بگن این کارو بکنید اون کارو نکنید. خب بنابراین با توضیحی که شما دادین، فکر میکنم اگر صمد روی صحنه نمایش بره، ممکنه که مسئله بیابی و خشکی ایران رو بهش اشاره بکنه. طبعا خود به خود این زمینه قرار میگیره، برای اینکه تو وقتی چون بینید توی روستا اون چیزایی که کم بود هست و اون چیزایی که امتیازاتی که هست یا محاسنی که هست، مثل اگر سرسبز زمینه، خب این سرسبزی منعکس میشه در عکس ها. و اگر خوشسالی هست، طبعا توی زندگی روزمره روستایی ها تأثیر میذاره. خب زمینه بسیاری از فیلم هایی که در روستا ساخته میشه قرار خواهد گرفت. مسئله آب و مو، کشاورزی و خاک. شما تعزیه هور رو سالها پیش کار کردید، نمایشنامه‌ای که هم مقدمه‌شو نوشتید، هم تصحیح کردید، هم اجرا کردید و اصلا کتابش هم منتشر شد. نقش آب تو این تعزیه، به خصوص تعزیه هور، نقش کلیدی هست. فکر می‌کنید اگه آب رو حذف بکنید این درام پیش می‌رفت؟ در تعزیه‌هایی که به خصوص به واقعه کربلا رو مضمون اصلیش قرار میده، آب یه نقش اساسی داره، برای اینکه امام سوم شیعیان در روایات آمده که با مسئله کم آبی آب بروش بسته بودن و این قضیه این مسئله درام و تراژدی رو تقویت میکنه. البته نه در تعزیه، بلکه در نقالی مذهبی هم نقش اساسی داره. اوج تراژدی در قصه هایی که مربوط به واقعه کربلاست اینه که مسئله بی آبی برای خانواده امام یک اصل اساسی بود و در تعزیه تو آن کمتر بهش پرداخته میشه تا در روزخانی یا در مدداهی مذهبی. ما میبینیم که من خاطرم هستش که وقتی که روزخان میرسید به شهادت امام، وقتی به خصوص توضیح میداد که این بابی آبی همراه بوده و امام تشنه لب از دنیا رفت،
اینی که شیون زنها و اوج هیجان مجلس بعد اعلام میرسید. این در روزخانی بیشتر این به مسئله توجه میشه و چون برمیگرده به یه جورایی به حتی سابقه پیش از واقعه کرمانو در ایران، چون ما دست اندر نسل اجداد ما کشاورز بودن، وقتی یه سرزمینی تکه اصلیش زندگی اصلی عمومیش مبنای آب و کشاورزی است، طبعا خیلی حساسیت بیشتر نشون میده. شاید به این دلیلی که اینقدر مسئله رو بهش میپردازن در روزخانی ها و مدعای مسئله. اگر مسئله مربوط به ایران رو دنبال بکنید، به خصوص در مورد خشکسالی و کمابی، یک کمپینی را افتاده به اسم قطره قطره که کمدین سینما و تلویزیون ایران رامود جوان این را انداخته و این یک سری در واقع نگاه مثبت منفی بهش هست. نگاه منفی این هستش که خب مردم نقش چندانی ندارن اگر مصرف آب شهری رو کاهش بدن، چون بخش عمده کشاورزی مصرف میشه، و برخی دیگه میگن به هر حال آب یک کالای گرانی هست، یک کالای صنعتی هست و کمیاب، هر چقدر صرفه جویی بشه درش کار به هر حال بزرگی انجام شده. شما نظرتون راجع به این نوع کمپینا چی هست؟ آیا باید مثلا هنرمندا این کمپینا رو راه بندازن یا کارشناسان راه بندازن برای بیشتر دیده شدنش از هنرمند بخوان که اون اجرا بکنه؟ به هر حال به نظر من هر کسی در حد و در وظیفه شخصی خودش اگر بذاره این مسئله صرف جویی در آب رو و کمک به محیط زیست رو شایع بکنه و تقویت بکنه، خب یه وظیفه اخلاقیش فردیست که انجام داده. ولی به طور کلی مشکلات بزرگ کشاورزی و کمبود آب با مصرف شخصی زیاد تأثیر نداره. این فقط انجام وظیفه اخلاقی است که آدم ها انجام میدن نسبت به محیط زیستشون، بلکه یک برنامه ریزی بلند مدتی لازمه برای رفع کمیابی یا کمک به توسعه کشاورزی که اینا با سیاست های عمومی دولت و حکومتی که در جز وظایف خودش تشخیص میده قرار میگیره. خب طبعا هنرمندان میتونن کمک بکنن، ولی کمک‌ها در حد کمک‌های فرعی است و جلب توجه عموم رو کردن در حد این وظیفه اخلاقی خودشون. خب خوبه جای قدردانی ازش که این کمپین رو افتاده، چون میبینید در جای دیگه هم برای رفع کم آبی به مردم متوسل میشن و از اونا میخوان که در مصرف آب صرفه‌جویی کنن یا برای محیط زیست کمک به محیط زیست چه اقداماتی رو انجام بدن از نظر فردی. ولی اغلب با برنامه ریزی های دست جمعی و دولتی است که این گرفتاری رو برطرف میشه. اتفاقا به این کمابی جاهای دیگه هم اشاره کردین، تو کالیفرنیا هم که شما زندگی میکنین بسیار مسئله کمابی مسئله جدی هست. فرماندار کالیفرنیا یک سری ریاضت های کم مصرف کردن آب رو مرتبا اعلام کرد و به کار رسید. شما چقدر همراهی کردین با این موضوع؟ من در حد یه شهروند هم وظایف شخصی خودم که اخلاقی بوده، حتی قبل از اینکه این مسائل هم پیش بیاد، خب آدم سعی میکنه که در مصرف آب صرفه‌جویی کنه، چون اهمیت آب در همه جای دنیا دیگه اصلا دیگه جزه چیزهای امروزی آگاهی های امروزی مردم هست. ولی اعمال سیاست دولتی در سطح فرماندار، اونا هم خب در حد قانون‌گذاری هایی که کردن یه مقدار جلوی مصرف بی‌رویه آب رو گرفتن. مثلا فرض کنید که در همین شهر لس آنجلس، خب می‌دونید که این شهر یه شهر بسیار گسترده است و چمن زیاد داره و این چمن‌ها و پر جمعیت و این چمن‌ها هم آب مصرف بیش از حد معمول آب مصرف می‌کنن، چون چمن در سطح روی زمین قرار میگیره و احتیاج به آب داره و عمق نمیره که خود ریشش به آب برسه. این است که مصرف آب رو خیلی زیاد میکرد و با برنامه ریزی که فرماندار انجام داد تمام چمنها در واقع خوش شد. ولی خب متقابلا کمک کرد که شهروندان وقتی چمناشون خوش میشه به خاطر کم آبی بتونن بیان کمک کردن، بهشون با بودجه گذاشتن و اومدن تمام خونه ها رو کمک کردن به اینکه اون چمنهایی که خوش شده حالا جایگزین کردن با لندسکیپینگ های به خصوص با شن ریزی های و با گیاه هایی رو اونجا کاشتن که این گیاه های بومی هست و آب خیلی کمی مصرف میکنه، اغلب بعضی وقتا مثلا به آب احتیاج نداره. و
و اصلا هنرمندان امریکایی یا حتی ایرانی با این برنامه های ریاضتی آب کاهش مصرف آب همراهی کردن، شما خبر دارین، پیگیری کردین مثلا تو تلویزیون ظاهر بشن از مردم بخوان آب کمتر مصرف کنین، یا قدرت دولت بود که هر دو اینها هست؟ مثلا ببینید که در به خصوص من در مسئله آب بعضی از هنرمندان آمریکایی حتی به منطقه فقط آمریکا اکتفا نکردن، مسئله کم‌آبی رو مثلا مت دیمن جزء برنامه‌های شخصیش گذاشته و بعضی از هنرمندان سرشناس بین‌المللی که آمریکایی هستن من دیدم که کمپین‌های وسیع انجام میدن، حتی برنامه‌ریزی می‌کنند از کمک‌های مادی و حتی عملی سفر می‌کنند به کشورهایی که به خصوص با مسئله کم‌آبی یا قحطی یا خشکسالی مواجه هستند. ریکاردو همین هنرپیشه که الان خیلی هم کارش گرفته و حتما خبر دارید، لیوناردو دیکاپریو، این امروزه الان یه مقدار زیادی وقتش و سرمایه شخصیشو صرف کمک به محیط زیست میکنه، نه در مدار آمریکا بلکه در جای دیگه دنیا، در آفریقا. تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین خیلی فعال هست. خیلی از بازیگران و هنرمندان آمریکایی رو من دیدم که از فرا جغرافیایی حرکت میکنن در راه کمک به محیط زیست و مسئله قحطی، گرسنگی، مسئله مربوط به حقوق بشر، همشون فعالیت دارن، اغلبشون البته اونایی که سرشناسن. خب شما با توجه به این تجربه که در کالیفرنیا داشتید و شناختی هم که از جامعه ایران دارید و برام میدونم اخبار سیاسی ایران و اجتماعی رو هم دنبال میکنید، فکر میکنید این تصمیم هایی که در کالیفرنیا گرفته شد در ایران هم میتونه گرفته بشه و عملی هست؟ به هر حال مردم تحت فشار قرار میگیرن اگه اون تصمیم کالیفرنیا در ایران بخواد اجرا بشه، فکر میکنید اصلا عملی هستی همچین روشی؟ ببینید اگه کار درست با سیاست درست اعمال بشه همه جای دنیا جواب مثبت میده. این دیگه مسئله کم آبی یه مسئله موضعی که نیستش که فقط یه جا به وجود بیاد و رفع این مشکل هم وقتی راه حلی پیدا میشه این راه حل همه جا به نظر من عملی است اگر جواب مثبت خواهد داد. ما در ایران به خصوص در تهران مثلا فرض کنید که من میشیدم که میان در سطح شهر گلکاری میکنن، خیلی کار خوبیه، ولی اگر این گلکاری کردن مصرف آب اطراف شهر رو که بعد صرف آبیاری باغات و همچنین کشاورزی بشه میکشه میاره توی شهر فقط برای ظاهر سازی، خب این از نظر سیاست میتونه غلط باشه. درسته که ظاهرا درست میکنه، اینی که برای رفع بی آبی و رفع خشکسالی برنامه‌ی دراز مدت لازمه که معمولا این در دست مردم نیست. مردم ایران به خصوص چون نسل اندر نسل کشاورز بودن اگر دست خود مردم بود میتونستن واقعا این مشکلات رو برطرف کنن، ولی چون جمعیت زیاد شده و این تعداد جمعیت زیاد طبعا آب که زیاد نمیشه به همون نسبت، بلکه یه سیاست های دولتی و برنامه ریزی درست حکومتی میخواد که بتونه این مشکلات رو برطرف کنه، مصرف و مدیریت کنه. در واقع نکته‌ای که هست من می‌خوام ببینم نظر شما درباره آینده خشک و بیاب ایران چیه با توجه به برحال شناختی که دارین. شما چشم‌انداز آینده رو از منظر پرویز صیاد که برحال هنرمندی هست تو دنبال می‌کنه ماجرا رو چیه؟ آینده وقتی صحبت آینده می‌کنیم طبعاً بلافاصله اون چیزی که به ذهن میاد صحبت برنامه‌ریزی درازمدت ریشه‌ای هست. یه کارهایی هستش که مثلا فرض کن فوری بعد انجام داد، ولی در مورد خشکسالی و کشاورزی برنامه روزمره کمکی نمیکنه مگر که برنامه‌ریزی بلند مدت باشه. اینجا باز دو مرتبه پای حکومت و دولت پیش میاد. متاسفانه تا اونجایی که من دنبال کردم و شما هم حتما تو این برنامه‌ای که به خصوص راجع به خشکسالی انجام دادید و کم آبی حتما بهش برخوردید که این تا به حال کارنامه مفیدی نداشته، کارنامه مثبتی نداشته این حکومت با برنامه ریزی که کرده، گرچه با هدف مثلا فرض فهمید که جلوگیری از کم آبی بوده، ولی بعضی وقتا دامن زده به این کم آبی مثل سدهای بی‌رویه‌ای که ساخته شده. خب ما باید امیدوار باشیم چی؟ امیدوار باشیم باز دو مرتبه یه حکومتی یا یه دولتی با یه برنامه ریزی صحیح و مثبتی بیاد جلو و این کارو بکنه. باید چیکار کرد؟ بعد دعا کرد؟ نمیدونم.
به نظر من که میرسه فقط دست به دعا برداشت که مثلا فرض کنید که این حکومت در رویه‌ای که داره و در برنامه‌ریزی که داره و سیاست درست و درسوزانه ایران دنبال بکنه، نه اونچنان که خودشون بسیار از روحانیون مثلا فرض میکنند که برای رفع کم یا کم آبی میان چیکار میکنن، میگن بریم رو پشت اونا دعا کنید دعای باران بیاد. بله خب این که به خودی خود نشون نداده که به جای میرسه این کار، و اگر هم رسیده باشه خیلی تصادفی عمل شده. پس بنابراین باید امیدوار بود که اون بخشی از روحانیون که واقعا دلسوزی میکنن به جای اینو کارها خود دلسوزی رو بیشتر با دلسوزی بیشتر انجام بدن، لااقل اگر تو سوء استفاده هایی که تا حال برای سدسازی و برای آبیاری این مملکت شده شرکت نداشتن، اقلا سعی کنند دست اون کسانی که سوء استفاده کردن به جایی که جلوی کم آبی رو بگیرن به کم آبی دامن زدن با سدهای بی‌رویه‌ای که ساختن، لااقل اونا رو دستشون رو کنن و اجازه ندن که دو مرتبه یه همچین سیاست غلطی ادامه پیدا بکنه و مملکت ما از این که هست، از این خوشحالی و کمابی که داره بهتر نشه از این حد. یه نکته ای که صحبت شما هم متوجه شدم این هستش که به مدیریت منابع آب دارید اشاره میکنید و اینکه سابقه و پشتوانه در واقع تاریخی ایرانیان تو کشاورزی بوده و آشنایی با طبیعت در طبیعت زندگی میکردن، اما برخی هم در به عنوان مسئولین علت عرض میکنم معتقدن که باید فرهنگ سازی بشه و ما فرهنگ استفاده از مصرف آب رو نداریم. فکر میکنم اون چیزی که شما میگید با این گفته مسئولین زیاد همخوانی نداره، یعنی میندازن گردن مردم وضعیت موجود بیابی رو. خب این ساده ترین کاری که میشه کرد همینه، برای این رفع مسئولیت باید مسئولیت انداخت گردن کسانی که نقشی نداشتن و لااقل امکان دفاع از خودشون هم ندارن. شما اشاره کردید که کمپین هایی که هنرمندان انجام دادن و روزنامه‌نگاران برای اینکه نظر مردم رو جلب کنن برای صرف جویی از آب، خب از این حد بیشتر توقعی نمیشه داشت از هنرمند یا روزنامه‌نگار ایرانی. چجوری میشه توقع داشت که اونا بیان اشاره کنن که آقا شما به جای اینکه منابع مالی و انسانی مملکت رو در مثلا فرض کنید سوریه و لبنان و فلسطین یا یمن به باد بدین، فکر این بکنید که این ملت به چه کمبودهای احتیاج داره و رفع کمبودهای اساسی مردم بپردازید. اینو از هنرمندی امروز در داخل ایران هست نمیشه توقع داشت، از روزنامه‌نگاری که امروز در ایران اینی که فقط اینا میتونن همین کارهایی که در حد اخلاقی برای خودشون متصبر هستن انجام بدن، بیش از این رو بایستی که میگم. خب چجوری میشه کسی میشه توقع داشت؟ از مردم که نمیشه توقع داشت، از برای که این مردم به خاطر گذشته که داشتن توی کشور کم آب خود به خود تا به حال نظر تاریخی نشون داده که این مشکلات خودشون تونستن اما رفع بکنن تا جایی که میتونستن، ولی وقتی جمعیت زیاد شد دیگه این از خیار مردم نیست. تولید آب کردن، آبیاری درست اندادن، سد درست ساختن و جلوی خشکی دریاچه آره گرفتن، اینها احتیاج به حکومت چیز برنامه‌ریزی حکومتی داره فقط و فقط. اینجا برای من یه سوال پیش اومد، ببخشید واسه طرفتون رو پریدم. اینجا این سوال پیش میاد که بنابراین چگونه میشه دولت رو وادار کرد که این کار رو بکنه، یا حکومت ها رو میتونه وادار کرد که برنامه به مسئله آب توجه بکنه و مسئله بیابی رو جدی بگیره؟ خب ببینید این دست مردم که خالیست. این شما نمیتونید مردم رو تحریک به یک اوسیان همگانی بکنید یا به یک انقلاب توصیه بکنید. این کار که دیگه الان با وضعیتی که جهان امروز در پیش گرفته و با این یاری هایی که به همین حکومت داره میشه واقعا متصور نیست. همینطور که عرض کردم فقط به معجزه و از دل بست. من شخصا راه حلی جزی نمیبینم که دعا بکنیم که بخشی از همین حکومت که در این سوء استفاده شرکت نداشته و یا نداره و دلسوزتره به حال مردم و دلسوزی بکنه به خاطر بچه های خودش، آینده بچه های خودش و نوای خودشون، بیان جلوی سوء استفاده بخشی از دیگر حکومت رو که تا به حال دلسوزی نکردن منزه کافی یا اصلا دلسوزی که نکردن هیچی کمک کردن به وضعیت خوشحالی مملکت
از اون چی که بوده بدتر شده. خب اینا خودشون بایستی این کارو بکنن. من شخصا به عنوان یا شهروندی که خارج از مملکت دارم زندگی می‌کنم، از فرسنگ‌ها دور، جز این راهی نمی‌بینم که خود این کشور، خود مردم، خود مسئولین به فکر بیافتن و جلوی این سوء استفاده ها رو بگیرن. سعید، خیلی ممنون از اینکه شرکت کردید. متشکرم از شما که واقعا دلسوزی میکنید و با برنامه که دارید به فکر آینده کشورتون و هم هموطنانتون هستیم. ممنون. مرسی.